بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و به عرض سلام. سلام خدمت تمام شما وطنان و مهربان. امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحتمند و سر حال باشین. ما فیاض نجمی هستم دوستان. امیدوارم که تونسته باشم تا ایدم و تا این لحظه تامیل از اینکه فعلا امیل ازادم دان دروازه یکی از فامیل ها و یکی از خانواده هم وطنان ما هستم که مشکلات اقتصادی دارن و همچنان متاسفانه مریضی دارن. خدا ان شاء الله دعا میکنیم که شفای عاجل نصیب بکنه. تونسته باشم که براتون درد دل وطن دارای ما را و مشکلاتشون را به تصویر بکشم. هدف ما این است. امروز هم سراغ خانواده اومدیم که این خانواده کارگرش یا سرپرست این خانواده دوچار مریضی هستند که هم از چشما مشکل دارند و هم از نای قسمت پایشان فلج است و همچنان خانمشان مریضی دارند که دست و پایشان فلج است. اما با شرایطی که فعلا افغانستان سپری میکنه و خانواده ها سپری میکنه، همگی ما در جریان هستیم. شما که همیشه وقت ما رو دنبال میکنین، همیشه وقت دست وسندارای ما رو گرفتین و کمک یاری رساندین، پس امیدوارم تا این برنامه رو هم دنبال بکنین و با این خانواده همچنان همکاری بکنین. ناگفته نمونه، فراموش نشه، من فعلا در منطقه سمت دشت برچیق، منطقه مهتاب قلعه هستم. مهتاب قلعه و بیم که خبر از این وطندار ما رو بگیریم و حوالشون رو بگیریم، ببینیم که چه مشکل دارن و همچنان کمک که از طرف مادر گرامی و مریم نوری آمده و یک خانواده پنجمی هست که ما برشان کمک امداد رسانی میکنیم. انشاءالله بریم که یک دروزه دیگر هم باز میکنیم که امروز بتانیم یک لبخند و لبایشان بریم. مهربانی. السلام علیکم. بین. السلام علیکم. بسیار زود ببخشید. خسته نباشید. بسیم بخیر. خوب هستین ان شاء الله. سلامت بخیر هستین. صحت دارین ان شاء الله. بخیر هستین دیگه. سلامت باشین. بخیر باشین. نامتون؟ نام اسدالله. اسدالله. استاد اسدالله. اولا خوش شفا باشه. زنده باشی. تشکر که مریض هستین و همچنان مشکلات هم دارین. زندگی چه رقم است؟ والا خوب می‌بینی زندگی دیگه، زندگی مشکل شده دیگه. حالا فعلا دیگه والا ریش میشه، حالا صفحه شده دیگه. شده مهربانی به خدا من قصه دیگه رو داخل میکنیم. حتما بین دوستا بین. ماشاءالله دیگه اولی بزرگ خود تنها زندگی میکنی چه رقم؟ یک فامیل دیگه هم هستن دیگه. سو فامیل یک خانه یک گرفتیم ما 1500 رفت کرو میتیم چطور کنیم دیگه؟ چاره نیست اینجا یک خانه یک خواستم اون را ما 1500 رفت گرفتیم. یک دوزان اولادک دارم، یک یشک دختر، چهار نفر هستیم دیگه. خودمون دیگه صاحب اینجا شازل دستم دیگه غرفه یک هست دیگه. اونجا میشه دیگه یک روز یک کنیم ساعت یا ساعت میتر اون را گزاران میکنیم دیگه. چی کنیم؟ چهار دیگه کارم نمیتر دیگه. اون نمیتر پای کجا چی کنیم؟ پای این زمان دکتر نجیب پای موگارش دست کنیم. اگه زمان جنگا؟ زمان جنگا در ولایت زابل. ولایت زابل بله. خدمت گزار بودین؟ سربازی میکنیم تقریبا دو سال عسکری کردیم. چشمای من زدم پایم از اون بالا خست شد. چشمو موگار شد دیگه. شما چکر دارم چندان صحیح نمیبینم، یه خیرگک میبینم. من یکم دفعه میگم که افغانستان متاسفانه روزی خوبی و خوشی رو هیچ کس ندیده. والا هیچ کس ندیده. از گذشته ها ما هنوز هم نشانه های جنگ و بدبختی را میبینیم و فعلا هم نشانه های جنگ و بدبختی را در گوشه و کنار میبینیم که خدا رو شکر فعلا کم آرامی شده. بله. از این نگاه دل ما جمع است. اما باز وقتی که شما مردم ما رو میبینیم و وطندارای ما رو میبینیم که با مشکلات هستن، واقعیت جنگ خیلی سخت است. والا راست میگین، جنگ سخت است. از زمان خوب باید یک دور عسکری باید میکردن حتما. اجباری بود بالای کنه. بله، دیگه یک دوره بود تقریبا داخلای ترخیص بود. دو سال دیگه بالاخره سر یک ماین برابر شدیم. چشم آوردی چشم ما نمیدیدین. راستش جور شد با چپش استاد کشم. مشکل خو نیست؟ من برای قصه دارم. نه کدوم مشکل ندارم. نه دیسو میبینید که چشم می هیچ که خراب شد از بین چشم ام دمی املا بالا بود که من زد آوردی چشم ما نمیدید. عیش جوانی بود دیگه. واسه رقم چند ساله بودین؟ 18 ساله بودیم. اون وقت هم سن 18 سالگی که بالا میشد میگه عسکری میمزد. عسکری بازور میبرد و باید یک دوره عسکری باید میکردیم دیگه. آرسی رو با چی وقت کردیم؟ والا آرسی رو تقریبا یک 10 سال پیش. 10 سال پیش. به خدا ان شاء الله اجازه است داخل بریم خانه رو ببینیم. دوستا چند تا قسم بکنیم دوستا. این خانه رو که میبینید دیگه اولی فکر کنم به گفته برادرمون دو فامیل زندگی میکنه. یکی خودشان است و یکی دیگه همسایه هستن و ماه 1500 افغانی هزینه اولی میدن. یک اتاق گرفتن. دو تا فرزند دارن. الله بلای بنیده باشین. بریم داخل امروش ان شاء الله حفای می داشته باشیم. دوستان فعلا هم خانه ای وطندار و این وطن ما هست. رسله هم ما شما داریم میگه جنده باشی گنده نی. اما خدا بسیار خانه شان منظم پاک صفا و اما محبت و صمیمیت بیشتر دیده میشه و این زوج هر دویشان مشکلات
جسمی دارن، یک برادرم پایشان قطع است و خواهرم هم دستشان معیوب است. پرسان میکنیم که مشکلات و مریضی از چی وقتی سر دچار شدن؟ از خودتان خود گفتین متاسفانه در جنگای گذشته بالا در جنگای زمان دکتر نجیب این سال 60 دیسو من زده ما رو دیسو دیسو دو سال اونجا عسکری کردیم بالاخره داخلی ترخیص من زده ما رو این اندلنگ لاش انداخت ما دیگه چشمای ما تایی نمیبینه شکرم دارم دیگه شون پردا آورده یا لقه پیسه ندارم دیگه صبح بیشم تدایی کنم سید دیدن نمیتونم دیگه نمیتونم دیگه شون کنین میبینین از دید مانده خلاص شده. خواهرم خود تانو چی شده دستتانه؟ خود تانو باشه؟ دانه بلا مده بودن دانه سو لکان مانم مرن چکن اکسین نکرده بودین؟ اکسین نه نکرده. از خورترکی این مریضی هست؟ اندازه تخصان ما بودم. شما در چند سالگی با هم آشنا شدین؟ نه، یادم نمونه. نگه 10 سال تون 10 سال میشه. 10 سال میشه. راضی هستین از زندگیتون؟ بله، چرا نه. این خدا یک دو تا اولاد داده ما دید. امید به خدا دیگه نیا میگم. کمیو سال ما تین زندگی ما خوب است دیگه. چطور کنین؟ خدا را شکر. تمام اقتصاد خیر دید. خدا مهربان است ان شاء الله. اقتصادم خدا مهربان است. شرایط سخت است میفهمم. گفتن که دکان دارین اینجا کار میکنین. اونجا والا در حساب شاگردی میکنیم. نه دکان نداره اونجا روزی یک کنیم ساعت بخش امید دیگه. چطور کنین دیگه کارما نمیتونم دیگه کدوم سرمایه‌مو نداریم. میبینید افغانستان که آدم جور در حساب فعلا بیکار است دیگه است. ما یک معلول دیگه در حساب چیکار میتونیم؟ یک چیز برده نمیتونم. اونجا میشینم قدم از یک دیسپیشی میکنم یک روز 100 روپیه یا 100 میتید. خانه را مهمانه 1500 کرام میتید. 1500 روپیه خانه را کرام میتید. با این پول و با این بایده که دارین میتونین خانواده را پیش بود؟ والا چطور کنیم دیگه دیگه چطوری چاره نیست دیگه دیگه. خالا خود دیدی دیگه کرای خانه را که یک ما دو ماه که ندادی میگه بخی برای. مجبور دیگه اگه یک وقت خورد یک دیگر را نخوری مجبور کرای خانه را بتیم دیگه دیگه خوردی افغانستان به خانه خیلی مشکل است دیگه. راست. یک ما دو ماه کرای خانه شه ندید جواب میتونم میگه بالا نمیتونی میگه برای دیگه دیگه یک بخور نمیری زندگیش تیر میشه دیگه. آفرین تون که بازم با گفتی خودتون انسان انسان نیمه شدین برای اسلام بگم برای فهم. اما بازم همت و شجاعت تون هست و میرین استادگی میکنین کار میکنین و برای اولادتون یک لقمه نان حلال میرین. این همه چیز است. در خانه چیزی پیدا میشه خاطر خوردن؟ نه آرد برنج روغن چیزی گرفتین؟ نه زمستان هم زمستان نه کیلو از بازار میخریم دیگه دیگه. چطور کنیم روزمره هم یک کیلو نیم کیلو دیسم چیزی ضرورت باشد امور میخوام نه پیسه زیاد نداریم دیگه صبح بخریم زیاد بخریم دیگه بکنیم هم روزمره دیگه صبح کمیتون کار میکنیم همون روز مصارف میکنیم اون رو یک بخور نمیر زندگی میکنیم. در خانه فعلا چی نیاز دارین به نظرتون؟ حالا در خانه که هیچ فعلا چیزی نیست دیگه. نه روغن داریم نه برنج داریم نه بوره داریم نه چای داریم هیچ چی نداریم. اون رو کم 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 مردکم میتونم اون رو یک دیگه خورد یک نیم کیلو از روی خود گرفتم. چشمایتون دیدی کامل نداره دیگه؟ نه چشم میبینی دیگه شخو بیخه از من رفته هیچ نه این دیگه شم چون چکرم دارم دیگه شم پرده آورده دیگه پیسه ندارم در حساب گفتن جور میشه؟ والا هیچ نه هیچ که جور نمیشه دیر شد دیگه دیگه دینیش میگه پرده داره در حساب میخوایم پردهش بیم رفتیم اینجا قبض میگه 18000 روپا میگیرم پردهش میزنم جور میشه؟ جور میشه نولا پیسه میخوای 18000 روپا ما کجا کنیم؟ راست میگی راست میگی شرایطی قرار داریم با شما که تنها با نان خوردن مردم نان خوردن آقا این سر پول رفتم اینجا دیگه صاحب پرسان کنم گفت پرده آورده یه چشمت باید 18000 روپا خرج داره خود دیگه ما هم تو شما در خانه هستین خواهرم چطور میگذره زندگی؟ خوب میگذرم. آها اقتصاد ما خیلی ضعیف دیگه. خدا من بزرگ هستم شالا خدا مهربان است. خدا من این یک دوتا اولادک داده مختلف دیگه دینمی ساعت ما تیر از دیگه خدا را شکر خدا را شکر کاش که یوم جور میبین یوم اون دستش میبینیم یوم میبینیم در خانه یوم یک چیز کار میتونیم یوم نمیتونم دیگه نمیتونم زندگی سنم که تیر میشه شش قوم میشین ازتون چه قسم یعنی بیگانه هستیم وقتی که برتون خواستگار را بدن چی گفتن بر شما شوهرتون رو دیده بودین یا تو آره دیگه دیدن دیگه دیدن گفت ما مایو واسه این دلت میگیره دلت نمیگیره باز جور اومد که گفت صحیح است دیگه میگیره با تفاهم رسیدین یک دیدین یک دیگه خدا یانه آ تو دیدم دیگه کردیم دیگه باز قبول کردیم دیگه وقت قبول کردیم همین مزه دار است همین مزه دار دیگه با تفاهم یک دیگه زندگی نو تشکیل دادین بله آ دیگه دیگه این خداوند یک دو تا اولادک بخش ما داد خداوند ان شاء الله همیشه خوشبخت داشته باشه یک مقدار پول از طرف مادر گرامی مریم نوری اومده بود امیر ما تسلیمتون میکنم دلار گفته بود دلار بتین این این هم هر چیزی که گرفتین زنده باشین تشکر سلامت باشین یک جان تشکر بخیر باشین خودتون میده بکنین هر چیزی که گرفتین بیادر انشاءالله هیچ مشکل نیست زنده باشین سلامت باشین کار داشتین یک جان تشکر زحمتایتون خیلی زیاد میبخشین دیگه دیگه خواهش میکنم دوستان ما رو بالا میکنیم یک دعا میکنیم برای بچه‌دارای ما و هم وطنان ما کسایی کمک میکنن
خدا ان شاء الله خیر نصیبشون بکنه و هر نیت و آرزویی که دارن ان شاء الله خداوند به آرزوهایشون برسونه. و تشکر میکنیم از مادر گرامی مرام که در 5 خانواده مبلغ 300 دلار آمریکایی کمک کرده بودن. خدا ان شاء الله تر همیشه موفق داشته باشه و یک چند در این دنیا کرده است هزاران چند خداوند از دربار غیبیش نصیبشون بکنه بر تمام مردم ما و خداوند ان شاء الله برادرای ما را و هموطنان ما را از مشکلات خلاص. زنده باشین. خیلی تشکر. خیلی زحمتاتون زیاد میبخشید. یک گلاس چای خو میخوردیم بعد از اون میرفتین. والله اینا تک تک تون وطنداران مهربان که تایید ما را همراهی کردین. شاد خرم سر حال بودن. نام صدلاس نام بشایا که ملحام حسین است در حساب این تقدیرنامه شان گرفتن در حساب 3 نمره شد کوشش میکنم در حساب همین در حساب یک درخوان شود به وطن یک خدمت کنیم دیگه کنیم تا که وسط توانم میرسن در حساب بشیم در حساب تا مکتب روان میکنم چاره خو نیست دیگه خو مجبور دیگه در حساب گشنگی خواست دیگه است باید سر بشیم کوشش کنم باید یک جای برسه والا خو ما خودم معیب شدیم دیگه در حساب نیم آدم شدیم دیگه کار نمیتونیم دیگه امید دا به خدا دیگه این بشه یکی محصه دیگه دیمی سرش کوشش میکنیم یکان مکتب خود تاثیر خود بکنن خلاص شوه دست خانم هم دیست معیوب است یا هم کدام کار نمیتون خودم هم انتون معیوب است این خداوند دا یک دو دان اولادت داده دیگه امید ما در خدا دیگه این بشه های ما کلان شوه دیگه دست پدر مادر خدا بگیره دیگه